درود بر شما دوستان عزیز و یاران همیشگی. حمام و دستشوی خونه های ما محل زندگی میلیون ها باکتری هستند. عادت های بد ما میتونه باعث انتقال این میکروبا به هر جایی بشن، حتی بدون اینکه خودمون متوجه کاری که میکنیم باشیم. این مسئله میتونه باعث مشکلات جسمانی مختلفی بشه و سلامت ما رو به خطر بندازه. در ادامه به اشتباهات رایجی میپردازیم که در حمام و دستشوی از ما سر میزنه. برای دیدن این ویدیو با من رکسان افشار هم بشوید. شماره 1. تیغ خود را خشک نمی کنید. اگه تیغ خود را به صورت خیس در حمام رها می کنید، همه که شکاف های کوچک تیغ، یعنی جایی که باکتری ها می تونن در روش کنن، رطوبت خود را حفظ می کنند. این شکاف ها می تونن ارتباط مستقیم با پوست شما داشته باشند و در صورتی که دارای باکتری باشن می تونن باعث ایجاد عفونت پوستی در شما شوند. روش درست این کار این هستش که از ابزارهای مخصوص اصلاح موی خانم‌ها مثل ژیلت‌های زنانه و کرم‌های اصلاح مخصوص اندام تناسلی استفاده کنید. صابون گزینه مناسبی برای این کار نیست، چون پوست این ناحیه بسیار حساس است. راه‌های بهتری هم برای خلاص شدن از موهای قسمت بیکینی مثل موم انداختن وجود داره. اگه میخواین از روش‌هایی مثل موم انداختن استفاده کنید، این کارو خودتون انجام ندید و حتما پیش یک متخصص برید. شماره 2. از لیف استفاده می کنید. استفاده از لیف تنها زمانی بی ایراد هست که جدید باشه. لیف سلول های مرده پوست رو جدا می کنه و این سلول ها به لیف می چسبند و همونجا می مونند. ما معمولا بعد از اینکه حموم کردنمون به پایان می رسه، لیف رو در گوشه از حمام رها می کنیم. این کار بهترین شرایط رو برای رشد و تکثیر باکتری ها ایجاد می کنه. هر بار که بعد از شستشو لیف را در حمام میذارید، باکتری ها به رشد خود ادامه میدن. به همین دلیل دفعه بعدی که از اون استفاده میکنید، تمام آلودگی ها رو دوباره به بدن خود برمیگردونید. روش درست این هستش که لیفتون رو گهگاه عوض کنید. بعد از حمام بذارید لیف کاملا خوش بشه و هرگز اون رو خیس در گوشه ای از حمام رها نکنید. شماره 3. هنگام شستن بدن بعضی قسمت ها رو از قلم میندازید. بدن شما فقط زمانی از باکتری ها و مشکلات پوستی مثل جوش در امان هست که تمیز باشه. در واقع بدن شما باید کاملا تمیز باشه، اما بعضی بخش های بدن هستن که ما اغلب شستن اونها رو فراموش میکنیم، از جمله پشت، کف سر، کف پا و پشت گوش ها. هنگام حمام کردن حتما از تمیز شدن کامل این قسمت ها سعی کنید که مطمئن بشید. شماره 4. مسواکتون رو روی روشویی یا زیر آینه ای رها میکنید. گفتنی هست که دستشویی یکی از آلوده ترین قسمت های خونه ما هست و تصورتون نمی گنجه که چقدر باکتری در این نقطه زندگی میکنند. هیچ کسی دوست نداره که مسواکش مورد هجوم میکروبا قرار بگیره، اما روشویی و زیر آینه ای مملو از باکتری هستند. مسواکتون رو بعد از هر بار استفاده حتما در جا مسواکی بذارید و فراموش نکنید که باید مسواکتون رو هر 3 ماه یک بار عوض کنید. شماره 5. موبایلتون رو با خودتون به دستشویی میبرید. اگر از اون دسته آدم هایی هستین که گوشی موبایلتون رو با خودتون به دستشویی میبرین، باید به خاطر داشته باشین که ما بعد از رفتن به دستشویی فقط دستمون رو میشوییم، نه موبایلمون رو، در حالی که دستای ما در تمام روز با گوشیمون در تماس هستند. باید شما هر قدر هم که کارتون واجب هست تا بعد از رفتن به دستشویی و شستشوی دستتون صبر کنید و بعد از اون از گوشی موبایلتون استفاده کنید. شماره 6. برای خشک کردن صورتتون از حوله استفاده میکنید. حتی اگه حوله مخصوص به خودتون رو داشته باشید، هم این کار میتونه ضرر زیادی داشته باشه، به ویژه در مورد کسانی که درگیر مشکلات پوستی هستند. شما همیشه از یک حوله استفاده میکنید و اون رو خیس رها میکنید. این مسئله میتونه شرایط مناسبی برای رشد و تکثیر باکتری ها به وجود بیاره. کافی است و خشک شدن صورتتون صبر کنید یا از پدهای قابل بازیافت استفاده کنید. شماره 7. حوله خیستون رو در حمام رها میکنید. رطوبت و باکتری ها حمام رو به بدترین مکان برای نگهداری حوله تبدیل میکنند. بعد از حمام و خشک کردن خودتون نباید حوله خودتون رو در حمام بگذارید. شما باید بعد از حمام حوله خودتون رو بیرون حمام ببرید و در جای خشکی که هوای تازه داره آویزون کنید، تا دفعه بعدی هم که حمام میکنید با بوی ناخوشایند نم حوله مواجه نشید.
شماره 8 بیشتر از 15 دقیقه روی دستشویی می نشینید. احتمالاً برای شما هم پیش اومده که مدت طولانی روی دستشویی نشسته باشین، به خصوص اگه دستشویی از نوع توالت فرنگی باشه. اما به گفته محققان این کار ضررهای زیادی برای ما داره، چون فشار اضافه‌ای که در این حالت به رگ‌های این قسمت وارد میشه باعث ایجاد بواسیر ممکنه بشه که میتونه منجر به خونریزی بشه. شما باید هر زمان که کارتون تموم شد از روی دستشویی بلند بشید، به خصوص اگه دچار بواسیر هستید. شماره 9، هنگام زدن سیفون توالت فرنگی در اون رو نمی‌بندید. وقتی سیفون توالت فرنگی رو با در باز می‌زنید، آبی که درون کاسه توالت فرنگی به فشار می‌چرخه، با ذرات فضولات ترکیب و به درون هوا اسپری میشه. با این کار میکروب‌ها میتونن به تمام نقاط دستشویی و حتی مسواک شما برسند. روش درست این هستش که خودتون رو عادت بدین که در توالت فرنگی رو ببندید. شماره 10، هنگام شامپو کردن موها اونها رو بالای سرتون جمع میکنید. اگه هنگام شانه زدن متوجه شدید که حتی با وجود استفاده از نرم کننده موهاتون در هم گره خورده اند، ممکنه اونها رو به درستی نشسته باشید. بعد از شامپو کردن موهاتون دقت کنید که موهاتون رو بالای سرتون جمع میکنید یا نه. بهترین روش برای شامپو کردن موها این هستش که اجازه بدید موهاتون به طور طبیعی آویزان باشند. فقط کف سرتون رو ماساژ بدید و از ماساژ دادن موهاتون خودداری کنید. کف شامپو برای تمیز شدن ساقه موها کفایت میکنه و ماساژ دادن موها باعث خشکی بیش از اندازه آنها میشود. ممنون از شما دوستای عزیزم که تا انتهای ویدیو همراه من بودین. دوستان از اگه ویدیو رو دوست داشتین فراموش نکنید که لایک کنید و تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.